فصل هجدهم. پس از این پولس آتن را ترک کرد و رهسپار قرنتس شد و در آنجا با مرد یهودی به نام اکیلا که از اهالی پنتوس بود آشنا شد. اکیلا به همراه همسر خود پرسکله تازه از ایتالیا به قرنتس آمده بود، زیرا کلودیوس قیصر حکم کرده بود که همه یهودیان از روم بیرون بروند. پولس پیش آنان رفت و چون مانند ایشان پیشه خیمه دوزی داشت، همانجا مان و با هم کار می‌کردند. او همچنین در روزهای سبت در کنیسه صحبت می‌کرد و می‌کوشید که یهودیان و یونانیان را متقاعد سازد. وقتی که سیلاس و تیموتاوس از مقدونیه آمدند، پولس همه وقت خود را وقف اعلام پیام خدا نمود و برای یهودیان دلیل می‌آورد که عیسی همان مسیح موعود است. و اما چون عده‌ای از یهودیان با او مخالفت و نسبت به او بدزبانی می‌نمودند، او دامن ردای خود را تکان داد و به ایشان گفت: خون شما به گردن خودتان است، من از آن مبرا هستم و از این پس پیش غیر یهودیان خواهم رفت. پس آنان را ترک کرد و برای اقامت به خانه یک غیر یهودی به نام تیتوس یوستوس که مردی یکتاپرست بود رفت. خانه او در جنب کنیسه یهودیان واقع بود. کرسپوس که سرپرست کنیسه بود، در این موقع با تمام اهل خانه‌اش به خداوند ایمان آورد. به علاوه بسیاری از اهالی قرنتس که به پیام خدا گوش می‌دادند ایمان آوردند و تعمید گرفتند. یک شب خداوند در رویا به پولس گفت: هیچ واهمه‌ای نداشته باش، به تعالیم خود ادامه بده و دست از کار بر ندار، زیرا من با تو هستم و هیچ کس قادر نخواهد بود به تو آزاری برساند و در این شهر افراد بسیاری هستند که متعلق به من می باشند. به این سبب پولس مدت 1 سال و 6 ماه در آنجا ماند و کلام خدا را به ایشان تعلیم می داد. اما هنگام که قالیون به سمت فرماندار رومی در یونان مأمور خدمت شد، یهودیان دست جمعی بر سر پولس ریخته او را به دادگاه کشیدند و گفتند: این شخص مردم را وامی دارد که خدا را با روش‌هایی که برخلاف قانون است پرستش نمایند. پولس حرفی نزده بود که قالیون خطاب به یهودیان گفت: ای یهودیان، اگر جرم و جنایتی در بین باشند، البته باید به ادعاهای شما گوش بدهم، اما چون این مسائل مربوط به کلمات و عناوین و القاب و شریعت خودتان می باشد، باید خودتان آن را حل و فصل نمایید. من مایل نیستم در چنین اموری قضاوت کنم. سپس آنان را از دادگاه بیرون کرد. در این موقع آنها سوستینیس را که سرپرست کنیسه بود گرفتند و در جلوی مسند قاضی کتک زدند، اما قالیون توجهی به این جریان نداشت. پولس مدتی در آنجا ماند و سرانجام با برادران خداحافظی کرد و با کشتی عازم سوریه شد و پرسکله و اکیلا را هم همراه خود برد. در شهر کنخریه پولس نعس کرده سر خود را تراشید. وقتی آنها به افسوس رسیدند، پولس از همسفران خود جدا شد و به تنهایی به کنیسه رفت و با یهودیان به مباحثه پرداخت. از او خواهش کردند که بیشتر آنجا بماند، اما او قبول نکرد. او از ایشان خداحافظی کرد و گفت: اگر خدا بخواهد، باز پیش شما برمیگردم، و افسوس را ترک کرد. وقتی به ساحل قیصریه رسید، به اورشلیم رفت و پس از سلام و احوالپرسی با اهل کلیسا به طرف انطاکیه حرکت کرد. پس از اینکه مدتی در آنجا اقامت کرد، بار دیگر به راه افتاد و در سرزمین‌های غلاطیه و فریجیه می‌گشت و شاگردان را تقویت می‌کرد. در این هنگام مردی یهودی که به نام آپولوس که متولد اسکندریه بود، به افسوس آمد. او ناطقی فصیح و به کتاب مقدس وارد بود و در طریق خداوند تربیت یافته و پر از شور و شوق روحانی بود. او حقایق زندگانی عیسی را به درستی تعلیم می داد، اگرچه فقط از تعمید یحیی آگاهی داشت.
او در کنیسه بدون ترس و واهمه شروع به سخن گفتن کرد و در آنجا بود که پرسکله و اکیلا سخنان او را شنیدند و او را پیش خود آوردند و طریقه الهی را با تفصیل بیشتری برایش شرح دادند. وقتی می‌خواست به یونان سفر کند، برادران از او حمایت کردند و به ایمانداران در آن سرزمین نوشتند که با گرمی از او استقبال نمایند. و او از موقع ورود خود به آنجا به کسانی که از راه فیض الهی ایمان آورده بودند یاری بسیار نمود، زیرا در مقابل همه با کوشش بسیار بی اساس بودن ادعاهای یهودیان را ثابت می‌کرد و با استفاده از کتاب مقدس دلیل می‌آورد که عیسی همان مسیح موعود است.